شماری از شهروندان مناطق مرکزی و هزار نشین کشور شکایت دارند که در یک سال گذشته تمام پروژه های عمرانی و زیربنایی که از حکومت یا هم مؤسسات کمکرسان در این ولایت ها در حال اجرا بودن متوقف گردیده و هیچ پروژه جدید در طول این یک سال در این ولایت ها آغاز به فعالیت نکردند. مناطق مرکزی افغانستان که به زندان جغرافیایی نیز مشهور است در طول 20 سال حکومت جمهوری نیز توجه زیاد عمرانی و بازسازی از سوی حکومت وقت نشده بود که این کار باید شد تا ده ها بار باشنده های این ولایت ها مظاهره نمایند آنان ادعا داشتند که پروژه های بزرگ عمرانی ملی به صورت غیر عادلانه به ولایت ها اختصاص داده می شوند. احمد اسم مستعار یکی از باشنده های ولایت بامیان می گوید هرچند در طول سالها حکومت جمهوری با ولایت های بامیان و دایکوندی و دیگر مناطق هزارجات به صورت غیر عادلانه برخورد شده است اما بعد از سقوط حکومت قبلی و قدرتگیری حکومت طالبان 90 درصد از پروژه های اندک که در این مناطق تحت کار بود نیز متوقف گردیده است به گفته این باشنده بامیان در طول بیش از یک سال حکومت طالبان در ولایت بامیان شاهد آغاز هیچ گونه پروژه زیربنایی و عمرانی نمی باشیم. در حالی که در دیگر ولایت ها روزانه شاهد آغاز ده ها پروژه های بزرگ هستیم و ای افزود تعداد از ولایت ها که حتی سرکایشان پخته است در دولت فعلی برای دوباره ساخت یا ترمیم آن بودجه است اما در ولایت بامیان که بیشتر سرک حتی سرک بین شهریش خامه می باشد شاهد بازسازی حتی یک پروژه هم نیستیم. این باشنده بامیان مدعی است مسئولین محلی در ولایت های کشور هر کدام تلاش دارند به اساس منطقه داری و قومداری بیشترین پروژه ها را به مناطق و ولایت های خودشان اختصاص دهند. ولایت بامیان با اینکه یکی از ولایت های تاریخی کشور است که سالانه پای صدها هزار گردشگر را به اینجا می اما تا اکنون مسیرهای تعداد زیاد از تفریگاه های این ولایت خامه می باشد که این باعث ایجاد مشکلات برای توریستان و بازدید کننده ها و از آن مهمتر باشنده های محل در فصل های سرما می گردد. ولایت دایکندی و ولسوالی های بهسود و لعل و سر جنگل ولایت غور نیز از جمله ساحاتی است که در طول یک سال گذشته هیچ گونه پروژه عمرانی فعالیت نکرده است یکی از باشنده های ولایت دایکندی به تلویزیون بامیان گفت مسیر کابل دایکندی به دلیل خرابی و غیر معیاری بودن سالانه جان دهها مسافر را میگیرد و در فصل سرما اکثرا این مسیر بر روی ترافیک مسدود می گردد، که مردم این ولایت با دشواری های زیادی از جمله عدم دسترسی به شفاخانه و بلند رفتن قیمت مواد اولیه مواجه می شوند. به گفته وی در 20 سال حکومت قبلی در این موضوع توجهی خیلی اندک شده اما در حکومت طالبان هیچ گونه توجه صورت نگرفته است. این باشنده دایکندی افزود در سالهای قبل شاهد فعالیت اندک پروژه های عمرانی در این ولایت بودیم اما بعد از قدرتگیری حکومت فعلی گونه پروژه عمرانی در ولایت دایکندی فعالیت نداشته و تعدادی هم به صورت نیمکاره از دوران حکومت قبلی متوقف گردیده است سرک گردن دیوال یکی از پروژه های مهم عمرانی کشور که از ساحات بهسود ولایت میدان، قسمت های پنجاب و ورس ولایت بامیان و لعل و سر جنگل ولایت غور می گذشت، کابل را به هرات وصل می نمودن. نیز بعد از سقوط حکومت قبلی متوقف گردید و شرکتهای های قرار دادی این پروژه ها نیز با معاش زیادی از کارگران محلی را پرداخت نکرده، ساحه را ترک نموده است. باشنده های مناطق مرکزی و هزار از حکومت طالبان می خواهد تا در اختصاص پروژه های ملی و زیربنایی به ولایت ها عدالت را رعایت نماید و مناطق مرکزی کشور را همچنان در زندان جغرافیایی رها نکنند. گفتنی است که در جریان یک سال تعداد زیادی از پروژه های میلیون دلاری به ولایت های شرق و جنوب کشور اختصاص داده شده است در حالی که هیچ گونه پروژه در مناطق مرکزی آغاز به فعالیت نکرده بلکه پروژه های در حال کار نیز متوقف گردیده است.